واسطه اطلاع‌رسانی بسیار خوبی که دارن. شرکت ملی پست در راستای شعار وزارت ارتباطات که عدالت ارتباطی شعار اون هستش، امروز در کنار مجموعه فرهنگی قرار گرفت که عدالت فرهنگی رو با مجموعه فرهنگی بتونه انشاءالله نقش بسیار خوبی رو ایفا بکنه. خب همونطور که اشاره شد، مجموعه شرکت ملی پست با تمام توان در کنار نمایشگاه مجازی که امروز در آستانه برگزاری اون قرار گرفتیم، قرار گرفته که بتونه به نحو شایسته‌ای بخش لوجستیک رو به عهده بگیره. اما دوستان اشاره کردن که این نمایشگاه جایگزین نمایشگاه فیزیکی نمی شود. من نکته ای رو میخوام اشاره کنم که نشان میده که در نمایشگاه فیزیکی حدود 1200 تا نمایش انتشاراتی شرکت میکردن، ولی امروز بالای بر 2000 انتشاراتی شرکت کردن در این نمایشگاه. امیدواریم که این نمایشگاه یک الگوی بشه برای برگزاری سایر نمایشگاه ها که هزینه های بسیار کمی رو برای ناشرین ما در بر خواهد داشت. ما برای اینکه بتونیم رضایتمندی مناسبی رو برای هم خریداران و هم انتشار دهندگان برقرار بکنیم، تمام توان خود رو در کنار دوستان قرار دادیم و بیش از 1200 دفتر ما فعال شدن و همینطور در روستاها اطلاع رسانی رو کردیم. پوستر نمایشگاه رو در حتی روستاهایی که دفاتر ما هستش ارسال کردیم که نصب بشه و اطلاع رسانی بشه و از این طریق، و برای اینکه بتونیم جمع‌آوری مناسبی رو داشته باشیم با مجموعه انتشاراتی ها هماهنگی لازم به عمل اومده، هم در مراکز استانها و هم در تهران که بیشتر انتشارات در تهران هستش، و اومدیم برای این بخش در تهران به لحاظ اینکه فراوانی بیشتری از انتشاراتی ها هستش، علاوه بر با جاهای مشخصی که در اون لیست ما در اختیار انتشاراتی ها قرار میگیره، قرار دادیم علاوه بر اون با جاهای سیار ماشین های رو به صورت سیار قرار دادیم که در جاهایی که انتشارات فراوانی شد فراوانی تجمعی شا بیشتر هستش، به صورت سیار ما مراجعه میکنیم در زمانهایی رو که مشخص کردیم و در اختیار انتشاراتی ها گذاشتیم حضور پیدا میکنن و این کتاب هایی که بسته‌بندی شده در اختیار عزیزان هسته جمع آوری میشه و میاد برای مرکز تجزیه مبادلات ما، و همینطور در استانها هم مدیران استانی ما با مجموعه انتشاراتی ها جلساتی رو گذاشتن، اگر نیاز به سیار باشه با جاهای سیار رو در اختیار میگذاریم، وگرنه با جاهای ما در منتخب ما در اختیار شاه هست. ضمن این که ما ماشین هایی رو گذاشتیم که میرن از جلو انتشاراتی ها کتاب ها رو تحویل میگیرن از انتشاراتی ها و به مرکز تجزیه مبادلات اون استان آورده میشه و بعد از اون مرکز تجزیه خواهد شد و به آدرسی که در پشت اون بسته های پاکت درج شده کتاب ها به موقع انشالله ارسال خواهد شد. من نکته ای رو که باید اشاره بکنم به لحاظ این که خب قطعا تعداد متقاضیان بیشتری رو ما خواهیم داشت و تا بسته‌بندی خواهد شد و بارکدی که صادر میشه در خود مجموعه انتشاراتی هست، بعد از این که بارکد صادر میشه و میاد تحویل باجه ما میشه
یعنی در محل تجزیه و مبادلات ما قرار میگیره، اونجا یک پیامی برای مخاطب ما و خریدار ما خواهد رفت که این مرسوله شما در اختیار پست قرار گرفت. از اون مرحله مسئولیت این کتاب و مرسوله به عهده پست است که انشالله با فواصل زمانی که قطعا اعلام میشه در همون بارکد، انشالله سعی میکنیم که به دست خریداران برسه و به نفع شایسته انشالله توزیع انجام بگیره و این رویداد بسیار بزرگ فرهنگی که برای اولین بار در اتحادیه جهانی پست، حتی برای اولین بار اولین کشوری هستیم که این گونه نمایشگاه رو در این برگزار میکنیم و امیدواریم که به خوبی این مراحل رو طی بکنیم و رضایتمندی رو جلب کنیم. من پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که عزیزان از لفاف های مناسب استفاده بکنن، از جعبه هایی که در اختیارشان قرار داره که البته اینها مربوط به شرکت ملی پست نیست. اینها درود بر شما همراهان عزیز ارجمند شبکه خبر. نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو ملاحظه نمودید و سخنان آقای صبحانی‌فر مدیر عامل شرکت ملی پست ایران